بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شبکه وصال حق. وصال حق، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از خوزستان. آقای؟ الو، عبدالله از خوزستان. آقا عبدالله از خوزستان، بفرمایید برادر عزیز. بخشید، من بعضی از کلیپ ها رو تازه مشاهده کردم، یک تعلیقی دارم در مورد این کلیپ ها. بفرمایید. این هست که از نظر ما ناسبی اونی که دشمنی داره با اهل بیت و فرق داره با اهل سنت. ما اهل سنت رو برادر اسلامی خودمون میدونیم، یعنی حکم طهارت ازدواج رو جایز میدونیم با برادران اهل سنت. بله. نظر شما مقصود از نواصب آقا عبدالله عزیز، به نظر شما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناسبی بود یا سنی بود؟ نه، یکی از اهل سنت هست، از اهل سنت میدانیم. راست میگید؟ بله، از اهل سنت میدانیم. خب این دوستان نشون بدن. الانوار النعمانی از سید نعمت الله جزائری، یکی از علما و استوانه های دین شما، که نعمت الله جزائری رو برداری چیزی به اسم تشیع نمیمونه، در جلد دوم در صفحه 211 میگه که ان الائمه و خواصهم اطلقوا لفظ الناسبی على ابی حنیفه و امثاله مع ان ابا حنیفه لم یکن ممن نسب العداوه لاهل البيت. حرف شما رو قبول کنم احمد آقا یا حرف سید نعمت الله جزائری رو؟ جناب آقای انصاری، آقای نعمت الله جزائری از شیعیان اخباری هستند. این نظر ایشون هست، به عنوان یکی از علمای شیعه هست، نظر خاص ایشون هست. ولی عموم اهل تشیع الان فقهای ما، مراجع تقلید ما میگن که اهل سنت برادران ما هستند، منتها ناسبی اونایی که دشمنی دارن. خب آقا عبدالله بزرگوار، آقا عبدالله عزیزم، سید نعمت الله جزائری به جهنم، این اخباری است. حر آملی هم اخباریه؟ نه خیر. خب حر آملی رو نگاه کنید، وسائل شیعه الی تحصیل المسائل الشریعه، این کتابش، اینم صفحه دوم جلد سوم، اینم صفحه 744. اینجا از ابی عبدالله روایت میکنه، لیس الناسب من نسب لنا اهل البيت لانك لا تجد احدا يقول ان انا ابغض محمدا و آل محمد، ولكن الناسب من نسب لكم وهو يعلم انكم تولون وانكم من شيعتنا. و در صفحه بعدی در اینجا میگه که خود مال ناسب حینما وجدته و ادفع لنا الخمس، مال ناسب و هر جا که پیدا کردی بگیر و خمسشو برای ما بفرست. در صفحه بعدیش چی میگه؟ کتب الیه، برای امام نوشتن که علی ابن محمد، که اسأله عن الناسب هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت. برای ناسبی این که جبت و طاغوت، یعنی ابوبکر و عمر رو تقدیم می‌دارن، یعنی اونها رو برتر از علی می‌دانن و اعتقاد امامت هما و اعتقاد به امامت اونا دارند، بیشتر از این میشه امتحانشان کرد؟ فرج الجواب من کان على هذا فهو الناسب، کسی که اینطوری باشه ناسبی است. جناب آقای انصاری، جانب، بیشتر روایاتی که اینها رو ذکر کردن مقصود ناسبی حربی هست که با ائمه در جنگ بودند. حالا من یک نقطه رو عزیزم، آقای محترم، یک لحظه دلیل در کجا گفته اینا؟ میگه که حالا من یک تعلیقی میدم جناب آقای انصاری، بعد برمیگردم به موضوع. موضوعم اینه که امام خمینی رحمت الله علیه گفتن که آقای جناب آقای طلحه و زبیر و عایشه
رو ما به عنوان نجس نمیدانیم، درسته یا نه؟ ما عموم اهل شیعه اینو میگن که چون آقای طلحه و زبیر و عایشه و معاویه با امام علی جنگی کردن، یعنی علیه امام زمانشون جنگ کردن، خود اهل سنت هم در یکی از کتب صحاح اهل سنت، صحاح سته میفرماید که آقای محترم من این صفحه کتاب خمینی رو جلوی شما باز میکنم، دوستان نشون بدن، شما ترجمه کنید، خدا وکیلی به فارسی دقیق ترجمه کنید، بفرمید. چشم. بفرمید. این صفحه کتاب الطهاره است، مال خمینی، ترجمه کنید. بله. و اما سائر الطوائف من النواصب، یعنی منظورش من النصاب، بل الخوارج من النصاب، من النصاب بل الخوارج قل دليل على نجاستهم وان كانوا اشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على امير المؤمنين لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية، منظور عائشة والزبير وطلحة در جنگ جمل ومعاوية در جنگ صفين، خب أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة لا بعنوان التدين لا بعنوان الديني، خب. بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده او ابيه او غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منه نجاسه ظاهريه، خب. نجاسه ظاهري ندارند، وان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير. بله جناب آقای انصاری، از نظر عقیده ما هر کسی که با امام علی علیه السلام جنگ کرد، قیام کرد، بله به عنوان حتی اهل سنت هم روایت دارن. نه تهمت به اهل سنت نزنید، تهمت به اهل سنت نزنید، یک لحظه تهمت به اهل سنت نزنید، اینو دقیق ترجمه کنید. ان کانوا اخبس من الكلاب والخنازير، در حالی که بله. خبیستر از سگ ها و خوک ها هستند. این حرف خمینی است، درسته؟ بله حرف ما هم هست، حرف شما هم هست. آیا یک لحظه آیا علی اینو گفته؟ علی گفته که علی گفته که اونها جنگ کرد، چه بود عزیزم؟ جنگ کرد چیز دیگه است، ما نمیریم رو قضیه جنگ، این بحث مفصل خودشو داره. الان آقا عبدالله بزرگوار، شما از صحبتاتون معلوم میشه که عالم دین هستید و عربی هم خوب بلدید بخونید. عزیز دل برادر، بله. شما الان در این حرفی که خمینی گفته، آیا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این رو گفته که عایشه از سگ و خوک هم نجستر است؟ علیاذ بالله. نه جناب آقای انصاری. پس کی گفته اینو؟ حضرت علی. جناب آقای انصاری، ما تمیز بین قاتل و مقتول رو داریم، بین ظالم و مظلوم رو تمیز میکنیم. چند هزار نفر در جنگ جمل کشته شدند. آقای محترم، اون رو بحث نرید. من قضیه قاتل مقتول، کی بر حق بوده کی بر باطل بوده، اینو همه اجماع دارن که حضرت علی هم در صفین هم در جمل بر حق بوده. مسئله حق و باطل نیست، مسئله توهین به شخصیت است، توهین به همسر پیامبر که میگه که خبیثتر از سگ و خوک است. این توهین رو خمینی کرده. به چه دلیل این توهین رو کرده؟ جناب آقای انصاری، خود قرآن یعنی در آیاتی مطرح کرده اونایی که با خداوند و رسول دشمنی میکنند. کی با خدا و رسول دشمنی کرده؟ قیام علیه امام زمان، علیه امام شرعی، همون به عنوان خب امام شرعی حضرت علی در روایات خودتون هم دارید که اومدن پیشش، من میخواید نشون میدم، اومدن گفتن یا علی هل نکفرهم، قال من الكفر فروا، از کفر فرار کردن. گفت هل توهین بکنیم، لعنشون بکنیم؟ گفت نه، اخوانونا بغو علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردن. خمینی میاد میگه که اخبث من الکلاب والخنازیر، من حرف علی رو قبول کنم یا حرف خمینی رو؟ جواب من رو بدید آقا عبدالله. جناب آقای انصاری، مقتضیات ما در آن زمان حضرت علی صلاح دیدن که سکوت بکنند چندین سال و به خاطر حفظ نظام اسلامی، حفظ حکومت اسلامی، اسلام پیش بره،
حضرت علی از کلمات تندی استفاده نکردن، بله کمک کردن در بعضی از جاها، حسنین رو فرستادن در بعضی از فتوحات رو کمک آقای محترم حاشیه نرید جناب آقا، حاشیه نرید جناب آخوند. ببینید میگم علی گفت اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علی ما بغاوت کردن. علی مخالفین خودشو در جمل و صفین اخواننا، اخواننا یعنی چی؟ برادران ما. خمینی میگه اخبث من الکلاب والخنازیر. در اینجا یا علی دروغ میگه یا خمینی دروغ میگه، یکی اینا دروغ میگن. به نظر شما کدومش دروغ میگه؟ هیچ یک جناب آقای انصاری، این منظور اخوت من الکلاب و الخنازیر یعنی رفتار و کردارشون، اخلاقیاتشون، اخلاقی که اون مطرح شما رو به خدا کسی به همسر پیامبر میگه که خبیثتر از سگ و خوک است؟ علی اینو گفته بود؟ اگر گفته در کجا گفته؟ بله جناب آقای، نه خود قرآن در مورد زن حضرت هود و صالح چه گفت؟ زن لوط ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اینها زن لوط چی شد؟ گرفتار عذاب سنگهای آتشین که از آسمان بارید و زن نوح هم غرق شد. عایشه چی شد؟ چرا این علکی دارید به اون مثال میزنید؟ آقای محترم من میگم علی میگه که اخواننا بغوا علینا، شما میگید اخبث من الکلاب والخنازیر. کی راست میگه در این وسط؟ کی دروغ میگه؟ جناب آقای انصاری ببینید، من مطرح کردم این خود کلیپ هایی را که شما یعنی ظاهر این امر نبوده، کلیپ هایی که امشب شما مطرح کردید در مورد آیت الله خمینی، یکی این بود که در مورد طلحه و زبیر عایشه بود، درسته؟ یکی هم در مورد آقای عمر بود، حدیث قرطاس فکر کنم، درست؟ آقای محترم، آقای محترم، من در اینجا جواب من تا حالا نگرفتم. علی در بهار و لنوار در کتابای مختلف شما روایت شده که عزت علی به مخالفنش میگفت اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علی ما بغاوت کردن. شما و خمینی معتقد بر این هستید که اونا از سگها و خوکها نجستر بودن. علی در کجا گفته این حرف رو؟ لطفا به من بگید بعد میریم رو موضوعات بعدی. منظور از برادران ما نه برادران از یعنی از این امت، از این امت مسلمان، از این امت اسلامی. آقا عبدالله، آقا عبدالله، مردم رو چی فکر کردید شما؟ مردم رو چی فکر کردید؟ آقا عبدالله، جناب آخوند، مردم رو چی فکر کردید؟ بقو علینا معنی چیه جناب آقا انصاری؟ خود شما بله؟ بگید بقو علینا اخواننا بقو علینا و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یعنی چی؟ اگر دو گروه از مؤمنین با هم دیگه چیکار کردن؟ جنگیدن. به سبب چی جنگیدن؟ به سبب بغاوت یک گروه بر ضد دیگر گروه. فقاتل التي تبغي در سوره حجرات میگه شما اون گروهی بلد که بغاوت کرده با اون بجنگید. آقای محترم سوال من واضح است. قرآن جناب آقای محترم جواب من رو بده. حضرت علی میگه، حضرت علی میگه اخواننا بغوا علینا. علی عالم به قرآن بود. حضرت علی به این آیه عمل کرد و اینا دو گروه مؤمنی بودن که با هم دیگه جنگیدن بر اساس اجتهاد و حضرت علی برحق بود. علی نگفته که اینا خبیثتر از سگها و خوکها هستن. اگر گفته در کجا گفته؟ جناب آقای انصاری، محمد رسول الله والذی معه اشداء على الكفار وحماء بینهما. آیا صحابه اشداء على الكفار بودن؟ بودن و رحما بینهم هم بودن. حضرت علی بعد از یک لحظه جواب تو همین الان نقد بگیر، شما فرار میکنی از جواب دادن به من نقد جواب تو میدم. حضرت علی بعد از این که در جنگ جمل حضرت علی پیروز شد و منافقین این جنگ رو برای انداخته بودند و بین دو گروه مسلمان فتنه ایجاد کردند، حضرت علی رفت پیش حضرت عایشه، پیش شطور حضرت عایشه، گفت ای کاش مرده بودم و این روز رو نمیدیدم. حضرت عایشه هم همین حرف رو زد. در کتابای خودتون اومده حضرت علی حضرت عایشه رو حضرت عایشه رو با عزت و با تکریم توسط یکی از سربازان خودش فرستاد به مدینه، نه بهش توهین کرد، نه مالش را غنیمت گرفت، نه کنیز گرفت. طرفدارانش اومدن گفتن ای علی این چه وضعشه، تو با اینا جنگیدی نه غنیمت گرفتی نه کنیز گرفتی؟ گفت که برید مادرتون عایشه رو کنیز بگیرید اگر میخواهید، برید مالش و جواهراتش رو بگیرید اگر میخواهید غنیمت بگیرید. این رحما بینهم اینجا بود، علی رغم اینکه
اجتهاد کردن، با هم جنگیدن، اما هیچ وقت با هم دیگه اونطوری که با کفار رفتار میکنن نکردن. شما جواب سوال من رو بده جناب آخوند و فرار نکن. آقای محترم، هزاران نفر کشته شدن آقای، کشته میشن در جنگ شیرینی تقسیم نمیکنن، در جنگ شیرینی تقسیم نمیکنن، هزاران نفر کشته میشن. جواب من رو بده. الله سبحانه و تعالی، آقای محترم یک سوال آخر، حضرت علی در کجا گفته که عایشه و طلحه و زبیر از سگها و خوکها هم نجستر هستن؟ اینو نگفتن آقای انصاری. پس غلط کرده که خمینی گفته. نه اینطور هم نیست. شما مضمون و مفاهیم رو شما تفسیر نمی کنید مقوله ها رو. آقا شما آخرین کسایی باشید در تفسیر صحبت کنید. تفسیر شما چیه مگه؟ علی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزه فما فوقها، بعوزه پشه یعنی علی، فما فوقها یعنی رسول الله. شما تفسیر دارید اصلا؟ خجالت نمی کشید در تفسیر قرآن صحبت می کنید؟ مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم یک جا شدن، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن و حسین از اون خارج شدن، این تفسیره؟ دابت الارض، حیوانی که از زمین خارج میشه یعنی علی، این تفسیره؟ شما تفسیر دارید اصلا؟ قد کد رفت تفسیر. من خندم میگیره وقتی که شیعه بیاد از تفسیر صحبت بکنه. برید از تفاسیرتون رو بخونید تا خجالت بکشید از تفسیرتون. یک کسی نشون بدید در بین مفسرین شیعه که تفسیر قرآن داشته باشه، چیزای براتون بگه. ان عدت الشهور عند الله 12 ماه، تعداد ماه در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه است، میگه یعنی 12 امام. و منها 4 حرم، این 4 تاش که حرام است، کی از این 4 تا امام حرام زاده؟ توهین به اماما، توهین به اهل بیت پیامبر، خودشون میمونن در تفاسیر خودشون. 12 ماهی که در قرآن ذکر شده، این حضرت علی است تا حضرت مهدی. خب این 4 تا حرامش کدوم است؟ تفسیر، من تعجب میکنم شیعه بیاد از تفسیر صحبت بکنه. بهار الانوار دوستان ببینن، این بهار الانوار هست، این الجامعه طول درر اخبار اهمت الاطهار از ملا باقر مجلسی در صفحه 324. ان علی لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق. علی کسی از کسانی که با او جنگیدند رو به شرک یا به نفاق نسبت نمیداد، ولکنه کان یقول هم اخواننا بغوا علینا، اینها برادران ما هستند که بر علی ما بغاوت کردند. همین مطلب در صفحه 328 هم، هم اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علی ما بغاوت کردند. بعد اینجا میگه که لقولی صلی الله علیه وسلم لعمار تقتلک الفئه الباغیه و قد قتل یوم صفین، عمار در روز صفین به شهادت رسید به دست اهل شام، و علی رضی الله تعالی عنه گفته بود که اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علی ما بغاوت کردند. در باب نهم هم این مطلب اومده در صفحه 344 هم، اخواننا بغوا علینا. و همچنین تشکر میکنم از دوستان عزیز در مستدرک الوسائل، دوستان عزیز نشون بدن این مستدرک الوسائل نوری تبرسی در اینجا، اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم. ببین اینجا خیلی جالب میگه، ان اسئله ان قتل الجمل امشركونهم، از علی پرسیدن که ای علی، در روایت 12445 در مستدرک الوسائل کتاب جهاد صفحه 68، از علی پرسیدن انه اسئله ان قتل الجمل، از کشته های جنگ جمل، امشركونهم، آنها مشرکین بودن؟ قال لا، بل من شرک فرو، بلکه آنها از شرک فرار کردند. قیل فمنافقون، آیا منافقین بودند؟ قال لا، ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین الله رو ذکر نمی کنند مگر اندک. قیل فما هم، گفتن کی است آنها، کیستن آنها؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودند که بر علی ما بغاوت کردند، ما بر آنها پیروز شدیم. این فرموده، حالا مدارک زیاد است چون وقت برنامه به پایان رسیده، من نمیتونم همه اینها رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم. فرموده سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دقیقا همان حقیقتی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حجرات برای ما بیان میکنه که اگر دو گروه از مؤمنین با همدیگه جنگیدن، وظیفه مسلمان ها در بین این دو گروه چه خواهد بود؟ آیا ما بیاییم یک از این گروه ها رو بگیم که کافرن؟ ببینید، و این طائفتان، دوستان نگاه بکنن،
و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم دیگر جنگیدن، فاصلحوا بینهما، بین آنها صلح برقرار بکنید، چنانچه حضرت علی و معاویه و حضرت علی و ام المؤمنین عایشه به سلطان دادن. فان بغت احداهما، اگر یکی بر علی دیگری بغاوت کرد، فقاتلوا التي تبغي، پس بجنگید با کسی که بغاوت میکنه، حتى تفیء الى امر الله، تا اینکه به امر الله سبحانه و تعالی چی شود؟ قانع شود. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل، اگر که صلح کردید بین آنها به عدل صلح بکنید، و اقسطوا، و به سلام مساوات را برقرار بکنید. ان الله يحب المقسطين، خداوند عادلان و کسانی که مساوات برقرار میکنن رو دوست داره. بعد ادامه در این چی میگه؟ انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن. در اون بالا گفته بود که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، در اینجا میگه که انما المؤمنون اخوه. آقا خمینی بخواد یا نخواد، شیعه بخواد یا نخواد، مراجع شیعه بخواد یا نخواد، دو گروه مسلمان با هم جنگیدن. میگن این آیه قبل از صفین و جمل نازل شده، این آیه برای طول تاریخ نازل شده، این آیه برای قبل از اسلام، بعد از اسلام، برای تا روز قیامت، برای هر گروه مؤمنی که با هم دیگه بجنگن برای اونا است. اگه قرار باشه که قرآن فقط برای زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، پس نمازم نخونید، روزم نگیرید، حجم نرید، چون که در قرآن اومده این مسائل، قبل از شما نازل شده این قرآن. قرآن میخواد واقعیت‌های جامعه اسلامی رو برای ما بیان بکنه. سوره حجرات میخواد یک جامعه اسلامی رو به ما نشون بده که غیبت نکنید، بهتان نزنید، با هم دیگه جنگ نکنید، و اگر که جنگ کردید این وظیفه شما هست که این گونه باید با هم دیگه برخورد بکنید. در ادامه چی میگه؟ انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن. فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرانتون صلح و صفا برقرار بکنید. واتقوا الله، از الله بترسید. لعلکم ترحمون، تا که شما مورد رحم و مغفرت از الله سبحانه و تعالی قرار بگیرید. یا ای الذین آمنوا لا یسخر، بعد از این چی میاد؟ بعد از این آیاتی میاد که مودت و محبت بین مسلمان ها رو استحکام میبخشه. همدیگه رو مسخره نکنید، به همدیگه توهین نکنید، به همدیگه گمان بد نداشته باشید، که هیچ کدام از اینها رو شیعه بهش عمل نمیکنه. گمان بد دارن، بدگویی صحابه و اهل بیت پیامبر میکنن، در پی نفاق و تفرقه در بین مسلمان ها هستن. اگر نمی بودن خمینی چرا در کتاب الطهاره، کتاب الطهاره چرا ربطی داره به ام المؤمنین عایشه و به طلحه و زبیر و به اینا که میاد خمینی در این کتابش توهین میکنه؟ چه ربطی داره؟ در کتاب و طهاره میاد میگه که عایشه و طلحه و زبیر از سگها و خوکها هم نجستر هستن، و این آخوند کشت خودشو، نتونست ازش دفاع بکنه. بعد میاد دروغ میگه، میگه که نواسب کسانی هستن که با اهل بیت دشمنی دارن، این رو هم دروغ میگه. من الان اینجا نشون میدم یک سند دیگری رو که در مورد نواسب، که نواسب کیا هستند در دین تشیع. نواسب هر کسی که سنی باشه و هر کسی که مخالف شیعه باشه ناسبی. دوستان نشون بدن این رو، المحاسن النفسانیه فی عجوبة المسائل الخرسانیه از آل عصفور. ببینید در اینجا خیلی جالبه، میگه که یکی از علامات نواسب این است که کسی که متعه رو قبول نداشته باشه ناسبی است، یعنی هر کس صیغه نکرد ناسبی است، برای اینکه شیعه باشه. میگه که لان المعلوم من المذهب اهل النسب، از مذهب اهل النسب نواسب معلوم است که آنها صیغه نمی کنند تحریم المتعه. ببینید کسی که متعه نمی کنه ناسبی است. تشکر می کنم از عزیزانمون. روایت بعدی دوستان عزیز در صفحه 147 همین کتاب، ولا کلامه، ایج حرفی نیست، فی ان المراد بالناسب فی هم اهل تسنن، کسانی که اهل تسنن هستن اونها ناسبی هستن. الذین قالوا ان الاذان رآو ابی ابن کعب فی النوم، کسایی که ادعا میکنن که اذان رو ابی ابن کعب در خواب دیده. بل ببینید 147، بل اخبارهم علیهم السلام، روایت هایی که از ائمه اومده، تنادی فریاد میزنه به ان الناسب ناسبی، هو ما یقال له عندهم سنیا، کسی که سنی باشه بهش ناسبی گفته میشه. و این آقای محترم جناب آخوند اومده میگه که نه، اهل سنت ناسبی نیستن، ناسبی دشمن اهل بیت. کی رو میخواید مسخره بکنید در این زمان؟ همه کتاباتون در همه جا پخش شده، پر اینجا من تقریبا 200-300 سند از کتابای خودتون دارم که به اهل سنت میگین ناسبی، به امام اعظم ابو حنیفه، نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه میگید ناسبی، میگه که آقا این اخباریه،
و در وسایل شیعه آوردن براش که میگه که نواسب، یعنی کسی که غیر علی رو بر علی تقدیم بدارن.